بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. دیدار مشاور نخست وزیر عراق با مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا. سوئد دو نفر را به جرم اهانت به قرآن کریم تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. تلاش طالبان برای وارونه جلوه دادن عملکرد خود در قبال شیعیان افغانستان. و صف طولانی کودکان و زنان برای غذا در غزه. سازمان ملل مجبور به تعلیق برنامه توزیع غذا شد.